خب دوستان عزیز یه خبر بد دارم آرامگاه یعقوب لیس سفاری در سلسله صفویان شوربختانه چیز شده سفاریان ببخشید سفاریان شوربختانه تخریب شده در دزفود دیوارش ریخته و بحث بر سر اینه که داشتن اینو مرمت میکردن و در مرمت پیمانکار اشتباه کرده خیلی راحت این ریخته شده من اینا رو بهانه میدونم البته ریختن این داستان مطمئنا کار جریانات تجزیه طلب میتونه باشه پان احوازی ها پان عربای اونجا اینا شدیدا خب با یعقوب لیس مشکلات عدیده دارن و بهشون فشار میاد چون یعقوب لیس میتونم بهتون بگم نخستین کسی است که موفق شد بعد از حمله اسلام حقیقی و راستین محمد به کشور ما که تمام مسائل سیاسی و نوع زندگی و مرزهای کشور ما را زیر و رو کرد شور و قارت کردن این مسلمانان حقیقی که به کشور ما حمله کردن بعد از دو قرن یعنی در بیش از دو قرن دو قرن و نیم یعقوب لیس م... چیز شد موفق شد که بخش های شرقی ایران بزرگ نه ایران فعلی یا جغرافیای سیاسی امروز ایران بزرگ و قسمت های شرقی رو بتونه به دست بیاره که تو این نقشه من بهتون نشون میدم که این بخش های آبی رو یعقوب لیس سفاری تونست با سلسله سفاریان به دست بیاره شیراز بیاید از شیراز دیگه سیستان و بلوچستان تا های از تاجیکستان و افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان امروزی اینا رو تونست دوباره به مام وطن و بخش نصف تقریبا پاکستان رو تونست در چارچوب مرزهای ایران بزرگ دوباره بیاره زیر پرچم ایران و خب ایشون یعقوب لیس آرامگاهشون ثبت ملی شده ثبت آسان ملی شده فکر کنم به شماره 25-50 بله 25 آرامگاه یعقوب لی ثبت آثار ملی است و این خب مسئله مسئله مهمیه که یه آثار ملی ما را نمیتونید شما خیلی راحت بگیر آقا ما داریم مرمت کنه پیمانکار پیمانکار خراب کرده پیمانکار غلط کرده خراب کرده پیمانکار شکر زیادی خورده مگه نمیدونسته بعد چی کار بکنه بعد محاکمه بشه به این سادگی شما نمیتونید آثار ملی ما را تخریب کنید بعد بگید همینطوری و از این موارد ما زیاد داشتیم که کسانی که در چارچوب های ضد ایرانی و تجزیه طلبند میان به عنوان مرمتکار به عنوان اینکه آقا پیمان پیمانکار هستیم و دارن تک به تک مرگ خاموش آثار ملی ماست آثار ملی ما رو وارد مرگ خاموش میکنن به خصوص که آرامگاه یعقوب لیز در اون محوطه بزرگ جندی شاپوره خب جند شاپور میدونید بزرگترین کتاب آخه این بی شرفایی که میگن که آقا شما در زمان ساسانیان اینا کتاب نداشتید آقا ما بزرگترین کتابخونه کره زمین رو داشتیم که زمانی که لشکر اسلام حقیقی وارد جندی شاپور میشه کتاب های ما رو میبینه به عمر میگه ما چیکار کنیم عمر با حضرت علی مشورت میکنن و به این نتیجه میرسن تمام این کتاب ها رو بسوزونن اینا حقایق تاریخی است هر کی هم قبول نداره میتونه بره خودش رو سر کار بزنه سرم بر دیوار بکوبه تاریخ که به خاطر خوش آمدن یا بد آمدن من و شما نسبت به پریده های مختلف سیاسی سی تاریخی که عوض نمیشه تاریخ سر جاشه ولی میتونید تاریخ و شما واسه خودتون بنویسید دوباره اون یه مسئله دیگه یه ولی حقیقتی که به وقوع پیوسته که دگرگون نمیشه اون تمام کتابای ما رو نه. زدن و این یعقوب لیس صفاری که آرامگاش در اون محوت است این بسیار به جریانات پان عرب فشار میاره کسانی که به مانند حزب تزامون اینا کسانی هستند که در جنگ ایران و عراق پشت صدام وایستادن گرامی دادن به صدام سالها جنگیدن که بگن آقا اینجا الان هم با وقاحت میگن از تنگه هرمز تا همه جمال ماست کشور احواز عربستانه احتمال بسیار قوی کنه ایناست که من خیلی احتمال میدم مطمئن که نیستم ولی احتمال میدم بررسی کنید ببینید این پیمانکار که باعث تخریب این دیواره شده نگاه کنید طور خدا دارم جیگرش شاتیش میگیره تمام دیواره ریخته نگاه کنید آخه این یعنی چی؟ برید آمار بگیرید ببین گرایش تجزیه طلبی داره گرایش پان عربی داره نداره اینها را بررسی باید کرد نه که آقا به همین راحتی آقا جان پیمانکار اینطوری کرده البته الان دوباره یه پیمانکار جدید گذاشتن ناظر پروژه عوض شده ولی دیگه ببخشید بعد از مرگ سهراب آخه نوشدارو که پس از مرگ سهراب که دیگه ارزشی نداره که شما تازه ناظر پروژه رو عوض میکنید آقا ما نخ... آقا ما اگه نخوایم شما آثار ملی ما رو مرمت کنید بعد کی رو ببینیم شما اینا این آثار ملی خودشون هزار سال الان همین آرامگاه یعقوب لیس سفاری هزار سال بود پاورجا بود 1200 سال شما اگر نخواهید اینا رو بیاید مثلا مرمت کنید ما کی رو اینا خودشون 1200 سال مونده بود شما با این مرمت کردناتون که میزنید کلا نابود میکنید که یا رو ندارید یا واقعا اشتباهی که من بعید میدونم یا اینکه واقعا میخواید مرمت کنید ببینید واقعا تیم های دلسوزی رو باید بذارید که اینا متحد باشن به این آب و خاک یه زمانی خدایی نکرده مرمتکار یا پیمانکاری نیاد با گرایشات ضد ایرانی احواز عربستانی اینا میگن خوزستان عربستان اگر این پیمان کار گرایشات اینجوری داشته در اون منطقه دسول اینا فاجعه است خب ببینید این آثار باستانی از بین رفته و اینو من بگم به خیلی ها. یعقوب لیکس سفاری شاید برای خیلیاتون جالب باشه قبل از فردوسی بزرگ اینا اینی که میگم یه چیزیه که تا به امروز مطمئنم خیلی هاتون نمیدونستید یعقوب لیس سفاری قبل از فردوسی بزرگ باعث بان احیای زبان پارسیه ایشون در سال 250 هجری قمری وقتی که یعنی 250 سال بعد از حمله اسلام به در 250 تا که در سال در سال 40 اینا به ما حمله کرد در سال 25 سی دیگه در 40 به بعد به ما حمله کرد به هر حال 200 سال پس از حمله لشکر اسلام راستین به کشورمون راستین یعنی اونایی که واقعی بودن واقعا مسلمون بودن نه مثل مثلا مسلمانان شیعه یه چیزی یه ایرانی باشن که مثلا داستان خودشو داره در اون مهندسیشیه شیه وقتی حمله کنن این یعقوب لیث وقتی زبان پارسی داره از بین میره خب میبینی لشکر پیامبر اسلام این واقعا می اومدن و ماها مجبور میکنن فارسی صحبت نکنید و به زن و بچه ما تجاوز میکنن که شما عربی صحبت کنید اول یکی از اولین کسانی که موفق شد حتی خیلی ها تلاش کردن در این راستا که زبان پارسی حفظ قبل از فردوسی هم. علی خب فرداسی بیشترین موفقیت رو تو این داستان با اون شهن های کوچکی که به دستش رسید و اینو تبدیل کرد به یک شاهنامه عظیم و بزرگی که واقعا افتخار بشریت شاهنامه فقط افتخار ما ایرانی ها نیست افتخار بشریتی که چگانه چگونه می شود با یک قلم در برابر این همه تازی که میخواستن ما رو عرب زبان کنن بیاییسی و موفق بشی و تأثیرت هزاران سال بخواد مثلا پاورنا هزار سال تاثیر فردوسی بزرگ پاورجاست این خیلی مسئله مهمی در قرن چهاران خو فردوسی شاهنامه رو نوشت که میشد هزار میلادی حالا به قول استاد شجایدین شفا در مقدمه کتاب تولید دیگر یه جمله میگه این همیشه تو ذهن منه میگه ما اینا اینا پرانتز باز میکنم در هزاره ای که پا گذاشتیم که چون چهارم قرن قرن چهارم هجری قمری میشه هزار میلادی دیگه میگه در هزاره ای که پا گذاشتیم با شاهنامه فردوسی آغاز کردیم با توضیح مسائل خمینی پایان دادیم که آقا شما میره دستشوی انگشت تو کجا بکنه اینا که مثلا تهارت پیدا کنه اینا اینم جملات استاد شفای بزرگیه که واقعا کتاباشون ارزش خوندن داره حتما تولد رو بخونی نگاه نکنید بعضیا میخوان انتقاد کنن اینا واقعا کتاب بسیار نیرومندی داشتن ایشون روانشون شد حتی اشتباهات خودشون هم داشتن ولی واقعا هم در حوزه روشنگری کارای بزرگی کردن بگذاریم قبل از فردوسی کسی که موفق شد تا حدودی زبان پارسی رو دوباره احیا کنه در برابر جرم نابخشودنی فارسی صحبت کردن یعقوب لیسه چون شما اگه فارسی صحبت میکردی زبونتو میبریدن شوخی هم نداشتن خیلی از معبدان نه به خاطر حفظ دین زرتشتی اینا رو خب جوانه ما نمیدونن به خاطر حفظ بخش های از زبان پارسی و متون پهلوی و مثلا کتاب های مثل هرمزنامه یا مثلا همین هرمزنامه یا خیلی کتاب های دیگه ای بودن که همین مثلا کتاب نحجال بلاغه رو فکر کنم از هرمزنامه اومد آقای شیخ رزی نوشتش در قرن چهارم کاری ندارم اصلا نمیخوام واردش بشم یا مثلا مینوی خرد اینا همه اینا رو بخاطر که حفظ میکردن سینه به سینه که این متون پهلوی و فارسی کشور ما از بین نره پوست معبدان رو قلفتی میکندن نه به خاطر تفاوت دیدگاه مذهبی به خاطر اینکه شما داشتن زبان پارسی رو حفظ میکردن خود فردوسی رو پدر شدن یعقوب لیس کسی بود که با ترویج شعر فارسی در دربار خودش و پخش کردن شعر فارسی توسط جارچیان رو میفرستن در شهر که اینها نقالی بکنن و شعرهای فارسی رو بخونن سر پنجاه سال قبل از فردوسی بزرگ و این داستان باعث اینه که خب یعقوب لیس خیلی باعث خشم جریانات پان عربه جریاناتی که خودشون رو خوزستان عربستان میدونن اینا متنفرن از یعقوب لیس و میان الان آرامگاهش رو چگونه مرگ خاموش میکنن واقعا شرماوره ببینید ما این آثار باستانی ببینید من چیزهایی رو در سوئد دیدم شما برید موزه برید موزه هایی که در سوئد به جان مادرم اشک آدم در میاد بلند شدم رفتم موزه سوئد یکی از موزه هاشون رفتم اون موقع عکس انداختم تو فیسبوک هم گذاشتم رفتم دیدم فرچه دستشویی گذاشتن توی موزه بعد مثلا فبد گذاشتن اونجا جزء آثار باستانی فرچه دستشویی پلاستیکی گفتم یعنی چی این داستان که این 60 سال پیشه اولین فرچه های دستشویی پلاستیکیه که یکی از کارخونه های پلاستیک سازی سوئد درست کرده فرچه توالت که 60 سال پیش اینا تولید کردن در موزه میزنن اون وقت ما آثار باستانی 1200 سالمون اینجوری میکنیم خیلی غم انگیزه. خیلی غم انگیزه امیدوارم به خودمون بیایم کسانی که پیمانکار تو این داستان بودن باید اینا بازجویی بشن معلوم بشه گرایشات تجزیه طلبی و ایران ستیزی دارن واقعا اشتباه اگه اشتباه اشتبا... کردن که غلط کردن پیمانکارن باید بابت این اشتباهشون تو اون پس بدن و اون کارت مرمتشون و اینا رو ازشون پس بگیرن اگر اشتباه نکردن قطع این کار کردن که ببینید حمله به آثار ملی و آثار باستانی یک مملکت اینها جز جرم های نابخشودنی و باید زندان طویل مدت بهشون بدن تو این زمین ها نباید شوخی داشته باشیم دوستان در این زمین ها باید محکم وایسیم اینگونه میخوان آثار ما رو از بین ببرن چجونه اومدن در دوران ساسانی آقایین مسلمان واقعی که بعدن شدن داعش دیدید دیگه در پارمیرا چیکار کردن همه رو از بین میبردن اومدن همه آثار باستانی ما رو از بین بردن که امروز یه مش شیرین عقل در چارچوب گفتمان مذهبی بگن که ای شما چرا دانشمند نرشتید زمانه مثلا ساسانیا چرا همه دانشمندای ایرانی بعد از حمله اسلام به ایران هر سادم در میاده. یعنی هر سه آدم در بعد دیدم یه دونه رفتن کارتون درست کردن شور بختانه دیدم برخی از این نزدیکان جریان مساف هم گذاشتن یه دونه توی مدرسه میرن یه دفعه مثلا یه انیمیشن درست کردن بچه میگه استاد اگر چی چیه مثلا حمله عربا به ما مثلا زوری بود چرا مغلا حمله کردن ما باور رو نپذیر صحبت های کمیک میکنم ببینید با این انیمیشن و با این جور چیزا حقایق تاریخی رو نمیتونید به ما بچپونید بیاید بگید حقیقت رو بگید ببینید اینکه شما هر چقدر بخواید جل سنت کنید که اسلام رحمانی با قلب ما وارد کشورمون شده شما توهین سر بالاست میخوره تو صورتتون هیچ عقل سالمی و عقل حالا عقل که هیچی هیچ سند تاریخی هم اینو نمیگه هیچ سند تاریخی نه دیگه توهماته حالا کاری به این توهماتشون نداریم ولی آثار ملی کشور ما بسیار ارزشمنده و هر باوری که هستی حتی اگه تو اون توهم این هستید که یه مش جنایتکار مسلمان وارد کشور ما شده بعد ما گفتیم آخ دمتون گرم آقا ما اصلا تا الان همینجوری الکی داشته بودیم دمتون گم یه به خار مادر ما تجاوز کنید ما مسلمان بشید اینا رو باشه داشته باشید قبول داشته باشید ولی خواهش میکنم الان که کشور دستتونه آثار باستانی ما رو مراقبت کنید یکی یکی دارن آثار باستانی ما رو از بین میبرن من این بخش برنامه من چقدر امروز برنامه‌ای من یه مقدار ناراحت کننده است خیلی عصبی شدم فشارم رفته بالا زنده باشید به هر حال پاینده ایران